سلام. حکومت افغانستان برای سپردن مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به نیروهای ترک در حال رایزنی است. دفتر شورای امنیت ملی گفته که حکومت افغانستان در این باره تصمیم خواهد گرفت که سودش برای افغانستان قابل لمس باشد. از سوی دیگر ریاست جمهوری نیز پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان از فعال ماندن میدانهای هوایی کشور به شمول میدان هوایی جهانی حامد کرزی اطمینان داده. رئیس جمهور ترکیه گفته که در مأموریتش برای تامین امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کمک پاکستان، امریکا و هنگری نیاز خواهد داشت. اما در کنار همین مسائل بحث صلح افغانستان هم مطرح است. دیشب گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه دیدار داشتند. محور امشب متمرکز بر هر دو بحث جنگ و صلح افغانستان خواهد بود. نخست در بحث صلح و آنچه در دوحه مگذره آقای فاروق مجروح عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان را در برنامه داریم. جزئیات بیشتر را در این باره از آقای مجروح به دست خواهیم آورد و در ادامه هم مهمانان دیگر داریم که در باره هر دو مسئله جنگ و صلح افغانستان دیدگاه هایشان را ابراز خواهند کرد. آقای مجروح خوش آمدین بسیار به برنامه، وقت شما بخیر. در باره دیدار شام دیروز گروه های تماس هیئت‌های مذاکره کننده چه گذشته در این دیدار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای احمدی و همچنان همکاران شما و مهمانان گرامی شما و بینندگان عزیز. همچنانی که شما هم فرمودید دیشب میان گروپ های تماس هر دو هیئت جلسه برگزار شد و پیرامون چگونگی پیشبرد مذاکرات از جمله ترتیب و تنظیم بهتر جلسات و دوام مذاکرات به شکل معنادار بحث و گفتگوی همجانبه صورت گرفت. بسیار خوب. درباره ترتیب، تنظیم و ادامه مذاکرات درست؟ بله. بسیار خوب. ترتیب و تنظیم به چی معنا گفتگوها راه افتادن و قرار بود ادامه بیابن؟ چه چیز ترتیب شوه و تنظیم؟ آجندا ترتیب و تنظیم شوه و زمان و برگزاری جلسات تنظیم شوه و نشست ها به شکل دوامدار ادامه پیدا بکنه، روی موضوعات اساسی صحبت صورت بگیره، همچنان پیرامون نیاز به یک تسهیل کننده در اینجا گفتگو صورت گرفت که گفتگوهای بعدی با تسهیل کننده انجام شود. اینا جمله مواردی بود که با دیگر بحث های داشتیم و پیرامون ترتیب و تنظیم جلسات با هم توافق کردیم که در آینده به شکل منظم و دوامدار جلسات پیش خواهیم برد. درست. تسهیل کننده در گذشته هم وجود داشت، قطر و برخی از کشورها. اینجا مراد از میانجی است؟ نه، در گذشته ما به شکل رسمی تسهیل کننده نداشتیم. کشورهایی که در اینجا همراهی میکردن، همکاری میکردن، دولت قطر میزبانی هیئت‌ها را با عهده داشت که تشکر میکنیم از میزبانیشان. درست. ولی حال به شکل رسمی قرار هست که سازمان ملل متحد من حیث یک نهاد معتبر جهانی و همچنان کشور میزبان مذاکرات تسهیل بکنه. بسیار خوب. تسهیل به چی معنا و تسهیل رسمی با غیر رسمی چه فرق داره؟ ظاهرا نیاز به میانجی است آقای مجروح، با توجه به کندیه که در گفتگوهای میان افغانان حاکم است. خب بیشتر میتونند تسهیل کنندگان مذاکرات سرعت ببخشند، در نظم مذاکرات همکاری بکنند، در جایی که گفتگوها به یک مشکل برمیخوره اونا ما را همکاری بکنند. خب تسهیل کننده همچنانی که از نامش پیداست در موارد مختلف، البته یک موضوع باید در اینجا تذکر داده باشه که مذاکرات با مالکیت
افغان ها به پیش برده خواهد شد. یعنی در قسمت مالکیت مذاکرات کدام نقش تشکیل کنندگان ندارد. درست، از 11 جوزا تا حال که 26 هست، چند بار هیئت های دو طرف یا گروه های تماس هر دو هیئت با هم دیدن آقای مجروح؟ هیئت های دو طرف و البته به شکل غیر رسمی که هم جزء از برنامه مذاکرات هست و صحبت های داشتند، رئیس های هر دو جانب با هم صحبت های داشتند، ولی از دیشب رسما مذاکرات شروع شد و ادامه پیدا بکنه. و یک مطلب بعد من خاطر نشان بساتم که بحث تسهیل کننده توافق دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست، ولی جانب مقابلی که اونا در این قسمت چقدر آمادگی دارن هنوز برای خودشان مرتبط هست که ما در این قسمت با هم توافق خاص نکردیم، ولی این مورد با هم یادآوری کردیم که از جانب ما کدام مشکلی وجود نداره در قسمت تسهیل کنندگان. درست، چقدر زمان خواهد برد تا آغاز مذاکرات اصلی و اثر گرفته شدن این مذاکرات؟ مذاکرات شروع شده از دیشب و قرار هم بر این هست که من قبلا عرض کردم که به طور منظم مذاکرات به پیش بره، ولی ما توقع ما این هست و آمادگی ما این هست که این دور مذاکرات باید متفاوت باشه. وقتی ما میگیم که تسهیل کننده در اینجا وجود داشته باشه، به این معنا که سکتگی در مذاکرات به وجود نیاید، مذاکرات معنادار باشه، منتج به نتیجه باشه. ما روی موارد مهم و اصلی که میتونه مذاکرات سرعت ببخشه و میتونه به نتیجه برسونه باید روی اونها تمرکز بکنیم. درست، متفاوت بودن گفتگوها و آنچه اثرگیری گفتگوها گفته شد پس از حضور هیئت های دو طرف در دوحه که 15 روز از این حادثه گذشته انتظار می رفت. وزارت امور دولت در امور صلح گفته بود که با رسیدن هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه گفتگوها از سر گرفته می شوند. زیان های 15 روز که در دوحه شما گذراندین و هنوز اصل مذاکرات از سر گرفته نشده را در افغانستان می دانین، چرا باید بیشتر وقت گذاشته شده به گفتگوها؟ منتظر چی هستیم؟ ببینید، ما منتظر هیچ چیز نیستیم. ما آماده بودیم و هستیم و ما با یک آمادگی کامل آمدیم. از روزی که شما فرمودین که وزارت دولت در امور صلح همچنین حرف را گفته درست هست، ما از همان روز آمادگی داریم، در اینجا حضور داریم. ولی شما میدانید که مذاکرات دو طرف داره، باید هر دو طرف آمادگی کامل داشته باشه. آنچه که مربوط به ماست هیچ گونه تعلل صورت نگرفته. ما هم برنامه و هم اراده و آمادگی داریم که مذاکرات به شکل جدی پیش ببریم. و از جانب مقابل هم توقع ما این هست که مذاکرات باید جدی پیش بره. و دیشب در ملاقاتی که ما با یکدیگر داشتیم، اونها هم از آمادگی خود سخن گفتن و آرزو داریم که آمادگی دو جانبه باشه و بتانیم که مذاکرات جدیتر و پرپراتر به پیش ببره. درست، وقت قرار شد گفتگوها از سر گرفته شوند و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان از افغانستان راهی دوحه شد، دو طرف توافق نداشتند درباره اثرگیری مذاکرات؟ چرا ما مذاکرات قطع به طور رسمی قطع نکرده بودیم؟ با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و رفتن هیئت جانب مقابل جهت مشوره با رهبریشان، مذاکرات متوقف شد، البته غیر رسمی. و بعد از عید سعید فطر و اعلام آمادگی جانب مقابل، ما هم عاجل هیئت ما به قطر رهسپار شد و آمدین اعلان آمادگی کردین، جلسات متعدد غیر رسمی داشتیم و از دیشب رسما گروپ های تماس شروع به کار کرده. درست، آقای مجروح، وقت شما برگشتین به دوحه گفته شد و انتظار می رفت که مرحله پس از وقفه حدود یک ماه کم و بیش در گفتگوها تفاوت با پیش از رفتن به وقفه باید داشته باشه، اما ظاهرا نداره. هفته
بسیار یک بار یک دیدار ران هم ظاهرا سمبولیک انجام میشه و در حد گروه های تماس تمام. ببینید اول خب کار گروه های تماس به پختگی میرسانه. نشست های عمومی معمولا روی مواردی که گروه های تماس کار میکنن روی اونا بحث میکنن و نشست رسمی امین است که گروه های تماس کار شروع میکنن. ثانیاً این که ما از ابتدا آماده بودیم، امی حال هم آماده هستیم. دیروز هم به جانب مقابل گفتیم که هر روز ما آمادگی از این داریم که باید دیگر نشست داشته باشیم و هم بشینیم پیرامون موضوعات صحبت بکنیم و این بار هم ما میخواهیم که واقعا یک دور متفاوت و فیصله‌کن باشه و از این بیشتر امو جنگ، خونریزی و بدبختی از مردم افغانستان قربانی نگیره و ما با توجه به درد و آلامی که ملت ما میکشه تلاش ما این است که هر چیز بیشتر بتانیم که به جنگ و به ایرانی در افغانستان نقطه پایان بگذاریم. این اراده ماست، برنامه هم در این راستا داریم، اولویت کاری ما هم همین هست، ولی خب زمانی میتونیم ما به این معمول دست پیدا بکنیم که جانب مقابل هم واقعا با همچنین اراده وارد مذاکرات شده باشه که ایره در روزهای آینده میتونیم ما واقعا ببینیم که جانب مقابل هم چنین اراده داره یا خیر. درست، روزهای آینده منظورتون از چند روز دیگه است؟ خب هفته آینده باید اگر جلسات ما منظم از هفته آینده شروع شد، امو تسهیل کنندگان به کار خود آغاز کردند روی موارد مهم از جمله مشارکت سیاسی معنادار در افغانستان جلسات شروع شد. خب طبیعتاً امو ما با امو هدفی که تعیین کرده بودیم برای مردم افغانستان ما میرسیم و اگر خدای نخواسته مذاکرات او به شکل درست پیش نرشد ما یک تصمیم دیگه بگیریم که چه قسم بتانیم این مشکل رفع بکنیم، چه قسم بتانیم از این سطح عبور بکنیم. درست، یعنی تا که منتظر میمانین دو طرف یا یکی از طرف ها منتظر حادثه هستن؟ البته جانب ما منتظر هیچ چیز نیستیم. ما جنگ را حل قضیه افغانستان نمیدانیم. از ابتدا ما با روحیه برادری و همدیگر پذیری در اینجا آمادیم، با صدای صلح آمادیم و آمدیم تا ملت رنج دیدی افغانستان نمایندگی بکنیم و جنگ در افغانستان قطع بکنیم، ولی نمیتونیم از جانب مقابل ما قضاوت بکنیم که اونها منتظر کدام چیزی هستند یا خیر. درست، ما امیدوار هستیم که اونها هم به این نتیجه رسیده باشند که راه حل قضیه افغانستان جز پذیرفتن یک دیگر و جز درست. یک مشارکت سیاسی معقول چیز دیگه نخواهد بود. تشکر و بسیار کوتاه، تا چه زمان منتظر میمونین اگر جانب مقابل حاضر نشه؟ یک ماه دیگه، شش ماه، یک سال؟ ببینید جناب آقای احمدی جانب مقابل دیشب ما با اونا جلسه داشتیم، حاضر شدن، آمادگی خود اعلان کردن، ما برای تنظیم بهتر جلسات با همدیگر بحث کردیم، در این قسمت توافق هم با همدیگر کردیم. امیدوار هستیم که در هفته های آینده ما در واقع چیزی برای انتظار باقی نمانده. ما هفته آینده معلوم میشه که واقعا جانب مقابل چنین اراده داری آخر. اگر اراده داشته باشند که بسیار خوب میشه، میریم طرف مذاکرات و انشالله یک نوید برای ملت خود میدیم و اگر ارادهشان کم بود باز ما بیشتر راه های را جستجو میکنیم که بتانیم این مشکل مرفوع بسازیم و مذاکرات را سرعت ببخشیم. تشکر بسیار آقای مجروز و هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان از حضور شما در برنامه. و بیننده های گرامی، در ادامه بحث صلح و جنگ افغانستان را و چگونگی این دو بحث را با آقایان عزت‌الله پیژاند، استاد دانشگاه، و محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعه، که از کانادا در برنامه پیوستن دنبال میکنیم. خوش آمدید مهمانان گرامی. با آقای قیومی بحث را آغاز میکنیم. قیومی صاحب، در نشست اخیر سران ناتو درباره صلح افغانستان هیچ چیز گفته نشد، اشاره به این مسئله دیدن نشد. میخوایم بدانم که روند صلح افغانستان با توجه با آنچه در دوحه جریان داره و آنچه در میدان های
نبرد در افغانستان حاکم است. این روند با یک وضع مختومه نزد جهانیان قرار داره؟ بدون شک. سلام خدمت شما و مهمانان گرامی و همه بیننده‌های عزیز. سوالی بسیار مهم شما اشاره کرده. من تصور میکنم که در پروسه صلح افغانستان، مخصوصا نشست دوحه، مشکلات، چالش‌ها و موانعی که وجود داره به صورت اساسی پرداخته نشده. بیشتر جناب آقای مجرور هم صحبت کردن، صحبت شما شنیدیم، حدودا اونا خوشبین بودن که دور جدید مذاکرات آغاز میشه و ممکن است که یک مقدار متفاوت باشه. طبیعتا امیدواری بسیار محدود است، چرا در این پروسه هیچ نوع تغییری ایجاد نشد. و از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به شکل اساسی در قسمت موانع ها و چالش هایی که بر سر مذاکرات صلح افغانستان وجود داره یا فراروی مذاکرات صلح هست، در مورد این بحث های بسیار روشن نداشتن که یک تصویر خوب از این ارائه می شد و در مورد برداشتن این موانع کار اساسی صورت می گرفت. در قاعده پروسه صلح مذاکره چند مسئله بسیار مهم است. شما هر چقدر مذاکره بکنید، هر چقدر نشست های تکراری داشته باشید، موانع برداشته نشوه، امید به پیشرفت نیست. درست. بررسی نشان بده از نظر ما دست کم سه موانع بسیار جدی را ما فراروی مذاکرات صلح افغانستان میبینیم که تا هنوز در قسمت کاری اساسی صورت نگرفته. موانع اولش موانع ساختاری است. ساختاری به این معنا که از شروع مذاکرات صلح تا اکنون که قرار است دوباره شروع شود، طالبا آماده نشدن که دولت افغانستان را به عنوان یک طرف مذاکره به رسمیت بشناسند. یعنی از به رسمیت شناختن دولت افغانستان امتناع ورزیدن. این یک موانع بسیار جدی ساختاری است. همیشه از عنوان حکومت کابل استفاده میکنن. درست. وقتی که این دیدگاه تغییر نکنه، معناشی است که طالبا به صورت تکتیکی از این مذاکره استفاده میکنن و هدفشان نیست که با دولت افغانستان روی مشارکت یک حکومتی که در آینده شکل میگیره توافق بکنن. مانع دومش مانع استراتژیک است. یعنی مانع استراتژیک هم با در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه میبینیم. موانع استراتژیک معناشی است که روی یک سلسله موضوعات و منافعی که ارتباط میگیره پس توافق صلح، طرفین نتونستن پیشرفتی بکنن، اعتماد سازی صورت نگرفته. یعنی عدم اعتماد نسبت به اهداف یک دیگر دارند. طالبا هیچ نوع اعتماد نسبت به این مذاکره و ای که روی یک حکومت مشترک کار صورت بگیره ندارند، که متاسفانه معانی استراتژیک هم در این پروسه بسیار زیاد اثرات منفی داشته. معانی سومش برداشت ما است که معانی سازمانی است. معانی سازمانی در دو طرف دیده میشه. در صف طالبا هم شما میبینید که یک دیدگاه واحد در مورد صلح و جنگ وجود ندارد. برخی از گروه های افراطی که در داخل افغانستان هستند سر جنگ تاکید میکنند. تعدادی از رهبرای اینا که در پاکستان هستند خیلی متأثر هستند از پاکستان و طرح روشن ندارند. تعدادی از گروه هایی که نسبتا در دوحه فعلا حضور دارند در مذاکره شرکت میکنند. به صورت کلی یک استراتژی واحد طالبا در مورد صلح و جنگ ندارند که اونا به این نتیجه رسیده باشند که جنگ رای حل نیست، بیشتر باید روی صلح تمرکز بکنن. درست. در عین زمان شما موانع سازمانی را در درون دولت افغانستان هم میبینیم. طرحهای بسیار متفاوت است. هماهنگی بین دولت افغانستان و پروسه شورای عالی مصالحه وجود نداره. روی هم رفته سه موانع را که من تذکر دادم، اینا تا زمان برداشته نشوه با وجود خوشبینی ده که آقای مجرور داشتن، تصوری مهمی است که هیچ پیشرفت امکانش در پروسه صلح نیست. درست. تشکر. در این باره از آقای پژوهاند میخوایم بپرسم. استاد، آنچه در دوحه در باب گفتگوهای صلح افغانستان میگذره امیدوار کننده نیستن؟
سلامونه تاسو ته استاذ تلویزیون درنول درګه او د باس ګډونوال ته د سوېل چې په مکمله توګه امیدوار کونندان دي هله د افغانستان د خلکو دا چې بل اخره جګړه پای ته ورسیږي او موږ د سولې د لارې دغه بنبست یو د پای ته کېږو خو مشکلات ستا په مختلفو برخو کې په تاکتیکی برخه کې راسو او د اجنډا د لحاظ راسو او د دې ترڅنګ د مقابل لوري د بانو او د موانیو د رامنځته کولو موضوع ته راسو پر دې باندې کافي بحث کیږي. تاسو وګورئ کله چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه مشخصه سوله په عین وخت کې طالبان د خبرو د میز څخه یو څو متره نور هم شاته ولاړه او په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. دا په دې معنا ده چې دوی یو محاسبه د ځان سره کړې وه چې کله چې د افغانستان څخه فیصله سره لومړی پوځي سرتیری بهرنۍ سرتیری روانیږي دوی به په مقابل کې یو ولایت نیسي. دا دوی محاسبه وه او دا لړۍ به دوام کوي او بالاخره به د دوی د محاسبې پر اساس باندې ټول ولایتونه نیسي. خو موږ تاسو ولیدله چې دوی خپل هغه نهایي زور ووهي او نهایي هڅه یې وکړله، تشنجات یې رامنځته کړله، بېګناه خلکو ته مزاحمت جوړ کړي، د بېګناه خلکو ژوند یې واخیستې او په بېلابېلو برخو کې عام ولس متضرر کړي. خو دوی داخل هغه یو په اصطلاح سره هغه قدمه چې ځان ته ټاکلې وه هغه ته هم ونه رسېدله. دوی د ورځې په پای کې دې نتیجې ته ورسېدله چې دوی نسي کولی هغه محاسبه چې دوی کړې وه هغه کاملا اشتباه ده او نسي کولی د دې لارې خپل هدف ته ورسېږي. اوس موږ ګورو چې ورو ورو دوی بېرته د خپلې دویمې ګزینې څخه چې همیشه دوی کارو څخه اخیستي دي په هغه وخت کې چې دوی د جګړې په ډګر کې ځپل کېږي او دوی ته زیات زیانونه اړول کېږي یا ستړي کېږي، بیا دوی ځي بېرته د مذاکراتو بهیر ته او په یو ډول باندې د وخت خوشي دپاره په اصطلاح سره یو څشی پیلوي چې هغه زیاتره تر اوسه پورې چې موږ ګورو نتیجه یې نه ده ورکړې. درست، اگر طالبا در کار جنگ نتانستن به هدف برسن، وقت خوشی به خاطر چی باید صلح بکنن؟ دا خو باید دی وګ پوهیږي. خو دوی تاسو وګورئ په مختلفو وختو کې چې دا کله دغه د مذاکراتو لړۍ راپیل سوې ده په مختلفو وختو کې د مختلفو ګزینو څخه د مختلفو شکلو څخه د جګړې دوی کار اخلي. د دې څخه مخکې یو بل فصل و چې هغه د افرادو ترور و د په افغانستان په لویو او وړو ښارونو کې د پر مهم مرکزونو باندې، علمي مرکزونو باندې، پوهنتونونو باندې، پر نظامي مرکزونو باندې، پر تعلیمي مرکزونو باندې بریدونه وه. هغه یو فصل پای ته ورسېدي او د دې ترڅنګ ترورونه وه. اوس دا بل فصل چې دوی شروع کوي چې کله د بهرني ځواکونو د وتو لړۍ پیل سوه، دوی خپل هغه تاکتیک ته تغییر ورکوي چې راسې په د ولایتونو د نیولو هڅه وکړي. د ولسوالۍ څخه راپیل کړله، ډېر نتیجه یې ور نه کړه. نو زه فکر کوم په راتلونکي کې موږ باید دې ته آماده واوسو چې کیدای شي دوی بیا هم خپل تکتیک ته تغییر ورکړي. خو موږ او نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟ مهمه دا ده چې موږ باید دا فرصت دوی ته ور نه کړو او نړیواله ټولنه چې په راز کې د امریکا متحده ایالاتونه دي او د ټولو مهمه د افغانستان حکومت په ګټه سره کار وکړي او دا فرصت دوی څخه واخلي او واضح اجنډا باندې دوی سره بحث پیل کړي تر څو پورې چې موږ په اجنډا کې د اوربند او د اورکم موضوع دوی سره واضح توګه باندې مطرح کړی نه او دوی منلی نه. زه فکر کوم دا لړۍ به دوام لري. درست، یعنی جناب دولت افغانستان با استناد به گفته های آقای قیومی در ایجاد موانع و روبرو ساختن گفتگوها با موانع نقش نداشته. فکر نکنم افغانستان حکومت تصمیم گرفته چې عقاید چې باید دوی سره مذاکره کړی و
او دی سره باید مخ په مخ خبر تک شینسته یو هغه مخ کې د مخ په دعا کې وو او کله چې دی څو میاشتې مخ کې د هیڅ خبرلار مسکو ته نور نور وادونه ته خبرې پیل کړل یا بیا را ل جګړې لګته هغه عمل ته پات او دا په دې معنی ده چې د افغانستان حکومت شنیت لري او کامل آمادګی لري خو دا مقابل لوري دي چې ځان د خپل تکتیکونو تغییر ورکړي اخ خیومی با توجه به آنچه شما سه مانع اصلی در برابر مذاکرات در دوحه گفتین و در کل در برابر روند گفتگوها کم از کم دیگه دوحه راه حل یا بخش از راه حل سیاسی مسئله افغانستان نیست؟ خب بستگی داره به برداشتن موانعی که قبلا اشاره کردم هنوز دوحه میتونه که یک آدرس باشه به پروسه اصلاح افغانستان در صورتی که روی برداشتن موانع کار صورت بگیره یا دست کم رفتار طالبان تغییر بکنه. خب صلح یک طرفه نیست، تا زمانی که رفتار طالبان تغییر نکنه امکاناتی پیشرفت در این پروسه اصلاح نیست. در قسمت موانع دو بخش بسیار عمدهش ارتباط میگیره با طالبان. یک قسمت موانع دولت افغانستان مقصر است، مخصوصا که در موانع سازمانی که قبلا اشاره کردم دولت افغانستان موفق نشد که روی یک طرح مشخص به ارتباط پروسه دل به نتیجه برسه. شما میبینید اختلافات زیادی در داخل افغانستان وجود داره. اما آنچه که میتونه روند دوحه یا نشست دوحه را سرعت ببخشه دو مسئله بسیار مهم است. یک، بنبست نظامی. تا زمانی که طالبا به این نتیجه نرسند در میدانهای جنگ، امید کاذبی که به طالبا ایجاد شده که با نزدیک شدن به خروج نیروهای خارجی از افغانستان اونا فکر میکنند که ممکن است پیشرفتی در حوزه نظامی داشته باشند. خب درست. ممکن است جنگ ها تشدید پیدا بکنند. برمیگردم به شما. نظامی ادامه محور محمد نعیم سخنگوی طالبان هم در برنامه پیوستن کوتاه دیدگاهشان را درباره آنچه در دوحه جریان دارم میپرسم. آقای نعیم خوش آمدین به برنامه. دیروز و شام دیروز گروه های تماس دو هیئت با هم دیدار داشتن در دوحه. درباره چی بحث شد؟ پیشرفت درباره مسائل مورد بحث وجود داشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست به شما به همه بینندگان و شنوندگان ملت عزیز خش سلامات و احترامات خوش را عرض می دارم. بله، دیروز نشست گروپ های تماس هر دو تیم بود صورت گرفت. در نشست به شکل عام بحث برای موضوعات بود که در آینده چطور می توانیم نشست های آینده را ترتیب بدیم و بر کدام موضوعات می توانیم بحث های داشته باشیم. به شکل عام این موضوعات بود که در این رابطه بحث ها صورت گرفت. درست، بحث تسهیل کننده به گونه رسمی در مذاکرات هم مطرح بوده، در این باره دیدگاه هیئت شما چیست؟ موضوع تسهیل کننده از ابتدا وقت سر طرز العمل بحث ها صورت می گرفت در آغاز گفتگوهای بین افغانی. در همان زمان هر دو تیم با هم توافق کردند که تسهیل کننده می باشه و برای تصویر کننده که کدام کارها را می توانند بکنند در همان وقت مشخص شده بود. دیگر تا هنوز در این رابطه کدام تغییری نامده، البته کدام تغییر هم به اساس توافق هر دو طرف می باشه. درست، فکر می کنید نیاز است به یک تسهیل کننده با توجه به آنچه کندی در گفتگوها و نبود پیشرفت در گفتگوهای دوحه گفته شده؟ تسهیل کننده فعلا موجود است. من عرض داشتم در وقتی که طرز العمل بحث‌ها صورت می‌گرفت در همان زمان این موضوع هم مطرح شد و در همان زمان سر از این توافق صورت گرفت. تسهیل کننده است، موجود است. دیگه پیشرفت در موضوعات و در مذاکرات هستند تعلق به اراده مذاکرندگان داره که در رابطه تا کدام حد اراده وجود داره، تا کدام حد اخلاص از این رابطه. اگر در این رابطه اخلاص وجود نداشته باشه، اراده یقینی واقعی وجود نداشته باشه، تاثیر کننده هرچند کوشش کنه نمیتونه که به تفاهم رسیدگی شود. درست. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگه که ما آماده اثرگیری گفتگوها و بس روی هر موضوعی هستیم. بله، در روز دوم ما اعلان نمودیم که ما میخواهیم پس از این هم
مذاکرات جریان داشته باشه و در رابطه در هفته اول عید ما تیم ما مکمل تکمیل شد. شخص محترم هم اونجا حضور پیدا کردن. از همان روز تا هنوز ما آماده هستیم. یک مشکلی بود که تیم طرف مقابل تا چندی وجود نداشتن، بسیار تعداد کمشان بودن، بعدان که آنها هم حضور پیدا کردن تا هنوز هم فکر میکنم تیم تکمیل نشده. اما ما نشست های در یمی روز و های عید پس از روزهای عید هم چند نشست با هم داشتیم. البته نشست های خرد و به اصطلاح علی نبودن، اگر ارتباط هم در بین ما است، تماس ها هم است، وقتاً وقتاً وقت ضرورت دیده میشه در راه ما با هم میشینیم و با هم نظریات خود را تبادله میکنیم و بحث ها صورت میگیرم. درست، گفتگوهای اصلی چه زمان آغاز میشه؟ نگرانی وجود داره هم در میان مردم و هم در میان سیاستگران. هر روز جنگ ها شدت میگیره، این جنگ ها زیان مالی و جانی به هر دو طرف و به مردم وارد میکنه. میدانین چیز گفتم میتونین که چه زمانه یک گفتگوی با پیشرفت میان هر دو هیئت آغاز خواهد شد؟ خب مذاکرات با یک از یک مفهوم اگه بگیریم، مذاکرات در جریان داره، آغاز شده، اینکه نشست ها صورت میگیره. تقریبا در چند یک هفته دو هفته گذشته دو بار بین هر دو رئیس های هر دو تیم نشست ها صورت گرفت و همچنان نشست های در بین هر دو تیم صورت میگیره که دیروز نشست بین گروه های تماس صورت گرفت. ارتباط هم هست، نشست ها هم هست، صورت میگیره. اما اینکه نفهم مطلب از اینکه مذاکرات چه وقت آغاز میشه، کدام مفهوم مراد است. البته نتیجه هم تعلق به هر دو جهت داره که تا چی حد آنها میتونه در بین خود تفاهم داشته باشه و در این رابطه اراده و اخلاص وجود داشته باشه، تعلق به این داره دیگه. مذاکرات از یک نگاه آغاز از شروع. درست، مذاکرات که کار همراه با پیشرفت باشه، توافق درباره مسائل صورت بگیره و بالاخره ما را به نهایی شدن مذاکرات نزدیک بسازه، تا حال دیده نشده آقای نعیم. بله، در این رابطه قسمی که شما هم میدونید مشکلات هست، در این شکل نیست. مشکلات تقریبا از 40 سال بدین سو باز ببینیم، تقریبا از 20 سال بدین سو به شکل خاص مشکلاتی هست، در این شکل نیست. و می خاطر مذاکره هم صورت میگیره، در این خاطر تلاش خواه هم وجود داره که به این خاطر هر جهت کوشش میکنه که مشکلات حل گردد. خصوصا ما از طرف خود در این رابطه اراده داریم و اخلاص داریم و عملا ثابت ساختیم که با خارجی ها نشستیم، به یک تفاهم رسیدیم، در نتیجه همه را محسوس کردن و مشاهده کردن. و در با اطراف داخلی هم نشستیم، تقریبا ده ماه میشه که نشست ها هست و وجود داره. البته ای که تفاهم چه وقت صورت میگیره، نتیجه چه وقت به دست میآید، اینا مشخصا گفته نمیتونیم. اما ما می تلاش ها به می است که مشکلاتی که در کشور ما جریان داره با این مشکلات نقطه پایان گذاشته شود، کشور ما مستقل شود و آرام شود و مردم زندگی آرام داشته باشه و یک نظام مسئول و مستقل و اسلامی داشته باشه. درست، در رسیدن به اهداف گذر زمان مهم نیست، فکر میکنین هر قدر زمان گیر شود مشکل نداره؟ در اینجا مشکل اساسی است که مشکلات زیاد است، مشکلات کلان است و مشکلات عمیق است. ورنه تلاش ها وجود داره که هر چیز زودتر امکان داره مشکلات حل گردد. یک به همه معلوم است که حل مشکلات وقت زیاد میگیره. درست درست. آخرین پرسش آقای نعیم، بس به دام حضور نیروهای ترک در افغانستان به هدف حفاظت از میدان هوایی کابل جریان داره، به شما پیگیری میکنین، نشست اخیر ناتو هم در این باره بحث های کرد، تاخیر و کندی مذاکرات متاثر از این مسئله هم است؟ در مجموع توافقی که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود و توافقنامه امضا شده بود، در هر جای دنیا اگر باشه، درست، هرگاه مطابق امو چوکات و مطابق امو جدولی که سر از او اتفاق صورت میگیره عمل صورت نگیرد، یقینی است که در مشکلات به میان میآید. دیگه این پیش بینی ما کرده بودیم، شاید همه باید داشته باشه که ما بارها اینو گفته بودیم که اگر به تعهدات التزام صورت نگیره مشکلات به بار میآید و باز مشکلات مسئولیت مشکلات به دوش همان است که به تعهدات خود التزام نمی داشته باشه. در این شکل نیست که تخطی از توافقنامه
اشتباه کردن مشکلات خود داره، در هر میدان داره، خصوصا بر مذاکرات و در رابطه با پروسه صلح، چون پروسه مذاکرات هم جزء این توافقنامه است. هرگاه با توافقنامه با بندهای توافقنامه عمل صورت نمیگیره، تخطی صورت نمیگیره، یقینی است که پروسه متاثر میشود. در این رابطه ما از همه به این خاطر بارها تقاضا کردیم و از آنها خواستیم که تعهداتی که صورت میگیره باید به التزام صورت بگیره. تشکر با آقای نعیم، سخنگوی هیئت گفتگو کننده طالبان، از حضورتان در برنامه. وقت شما بخیر و بیننده های گرامی، در ادامه بحث را با آقای پژاند و آقای قیومی دنبال میکنیم. قیومی صاحب، صحبت های شما را قطع کردم، پوزش میخوایم. گفتین دو مسئله در بحث پیشرفت حاکم است: باورمند شدن طالبان و موفق شدن از راه جنگ یکی از این مسائل است. در ادامه چی میخواستین بگوید؟ بسیار تشکر. صحبت های آقای وردک هم شنیدیم، پیامش روشن نبود. قبلا بحث های عمومی صورت گرفته، معناش همیست که هنوز هم اراده ای را که اونا عنوان میکنن، اراده از طرف خود چند هنوز وجود نداره. اخلاص و اراده معناش همیست که باید آتش بس صورت بگیره، خشونت ها کاهش پیدا بکنه. در اون وقت است که ما میتونیم بگم یک دو طرف بدون شک اراده شان هم نشان دادن یا اخلاق دارن و پروسه استد. در ارتباط به دو موانی یا دو مشکلی را که پیشتر اشتراک کردم، دو فاکتوری که میتونه به برداشتن موانی کمک بکنه، یکی بنبست نظامی. بدون شک بنبست نظامی طبیعتاً یکی از فاکتورهای است که دو طرف بیشتر به پروسه استد تشویق میکنه. اگر طالبا به بنبست مواجه شوند، ممکن است که در هفته‌های اخیر پیش رو جنگا تشدید پیدا بکنه و از سوی دیگر اگر در برابرشان مقاومت شدید صورت بگیره، به احتمال زیاد اونا دیدگاهشان تغییر میکنن و به این نتیجه میرسن که حتی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان امکان پیشرفت نظامی را ندارن، با توجه به بسیج مردم و مقاومتی که از طرف دولت صورت میکنه. نکته دوم، آنچه که میتونه به روند دوحه تا حدودی به تغییر ایجاد بکنه، دو طرف پیشرفتی داشته باشن، من فکر میکنم که فشار منطقه‌ای. فشار منطقه‌ای ممکن است در نتیجه شکلگیری یک توافق منطقه‌ای است که به وجود آید، که ممکن است اگر دولت افغانستان در این بخش در این حوزه تلاش‌های را روی دست داشته باشه، خب میتونه که این ائتلاف منطقه‌ای در حمایت از پروسه صلح شکل بگیره و کشورهای منطقه حمایتشان یعنی کمکشان به طالبا محدود و قطع شود، این هم میتونه که به پروسه صلح کمک بکنه. درست که ما تنش‌های اخیر میان کابل اسلام آباد را شاهد هستیم. تشکر آقای قیومی. آقای پژان، چقدر جامعه جهانی هنوز ملاقمند به پیگیری بحث صلح افغانستان است؟ چقدر میخوان که این بحث موفقانه انجام بیابد؟ زه فکر کوم نړیوال ټولنه اوس هم د افغانستان په موضوعاتو کې، خصوصا د سولې په برخه کې، ژوره علاقه لري، او خصوصا د سیمې هیوادونه چې هغه د دغه روان حالات څخه او په افغانستان کې د سولې د نشوال څخه تر نورو هیوادونو ډیر متضرر کیږي، د هغو د اقتصادي راکړې ورکړې، د هغو ترانزیت، د هغو کاروبارونه، او د هغو په اصطلاح سره صادرات واردات متضرر کیږي. دغه حالات څخه ډیره علاقه لري، او د دې تر څنګ نړیواله ټولنه، اروپایي اتحادیه، تر اوسه پورې چې موږ ګورو لا هماغسې دوی اراده لري د سولې لپاره. خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ په افغانستان کې، چې د افغانستان د دغه کور مالکین ځانګړو او مستقیمه د دغه حالت څخه متضرر کیږو، تر ټولو باید موږ ډیره علاقه ولرو او پرې نږدو چې فضا او دغه فرصت چې راغلی دی دا د منځه ولاړ شي او بیرته موږ یوې اوږدې جګړې ته داخل سو. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې مناسبه به وي چې د وردګ صاحب پر خبرو باندې یو څه دغه واچو رڼا واچو. د ده د خبرو څخه چې دغه اوس موږ تاسو واورېدلې، داسې څرګندېږي چې دوی اصلا د افغانستان
کی دغه دروان وز څخه اصلا داس ځان شي چې دی خبر نه دی اصلا چې په افغانستان کې څه تیریږي او د اوس د دوی د خوا څخه جدید عسکرو د خوا څخه په اصطلاح سره چې دوی کم اور بل کړی دی دغه څخه اصلا خبر نه دی دوی په دوه کې ناست دي او داسې ځان شي چې بیخي او دغه د طالبانو د جنگی دل څخه یو بیل طرف دی په داسې حال کې چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده او د افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي چې دا دسکاو او هغه دسکا دا دواړه یوې دسکاوې دي دا چې دوی ځان په اصطلاح سره تیروي او د جګړې څخه په اصطلاح سره ځان بیل بولي دا زه فکر کوم د افغانستان د خلکو دپاره نورو اندیښنه راپاروي او گفتن که مشکلات افغانستان کلان است نه زه فکر کوم چې د یو ویان په توګه باندې د طبقاته چې واضح خبر وکړي اول دی وایي چې مذاکرات شروع شوي دي کم مذاکرات خو اوس پورې شروع شوي نه وایي مذاکرات هغه وخت شروع کیږي چې اجنډا وټاکل سي او د اجنډا سره مطابق پر هغو د اجنډا پر ټوک باندې توافقات ته موږ ورسېږو دا مذاکرات دا د مذاکرات لپاره یو پیلامه ده یو مقدمه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې کې بند پاتې او تر ټولو ستر علت یې همدې دی چې د مذاکرات د میز څخه په اصطلاح سره ځي دوامه خبره دا ده چې دوی همیشه یادونه کوي او بیا هم یادونه وکړل چې څلوېښت کاله جګړه دا داسې واضح تعریفونه نه دي ته واضح ووایه چې په د څلوېښت کاله جګړه کې یا په دا وروستیو شلو کالو کې جګړه کې د جګړې ستر فکټورونه څوک وه او دا فکټورونه د له منځه وړلو لپاره باید موږ څه وکړو زه فکر کوم دغه یې څرګندولي چې ما اوس واورېدلې او د افغانستان د یو عادي وګړي په توګه باندې زما اندېښنه یې نوره هم زیاته کړله او زه فکر کوم داسې معلومېږي چې طالب لوری له اصلا هغه په اصطلاح سره هغه اصلي کرښې ته نه راځي او وخت ضایع کوي او په دغه موضوعاتو سره دوی غواړي چې داسې یو فرصت ترلاسه کړي چې په اصطلاح سره بیا دوی هم هغه وضعیت نسي کنټرولولی او نړیواله ټولنه یې هم نسي کنټرولولی زه فکر کوم چې برګزینې نظامي میشه بالکل دوی اصلا ځان د هغه حالات څخه چې په افغانستان کې دوی د خوا څخه روان دي د نظامي ځواکونو د خوا څخه په اصطلاح سره د عسکرو د خوا څخه د هغه څخه بیل ځان بولي زه فکر کوم دا یو خطرناک حالات دي او دا باید واضح تعریف ولري تشکر آقای قیومی نقش منطقه و جهان در بحث مذاکرات میان افغانان بسیار مهم دانسته میشه آقای مجروح گفت که نخست باید مانش شناسی شود سپس موانع برجسته شوند و با جامعه جهانی به خاطر از میان برداشته شدنش تلاش شود و مذاکره شود در منطقه پاکستان بسیار اثرگذار است بر روند روابط تیره داریم با پاکستان اظهارات اخیر پاکستان و مقام های پاکستانی و مقام های افغانستان را دیدین جهان هم در نشست ناتو به این مسئله اشاره نداشت به مسئله صلح افغانستان بیشتر روی ادامه کمک ها و ایستادن در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میدانین که تنها حال گزینه ادامه جنگ و پیروزی در میدانهای نبرد است یا نه هنوز هم به دنبال راه حل سیاسی باشیم من فکر میکنم نشستی که مخصوصا بین سران ناتو بود از این نشست میتوانیم در چند سطح تفسیری روشن داشته باشیم در حالی که شما اشاره کردین به صورت واضح در ارتباط با پروسه صلح صحبت نشد اما یک چیزی که به برداشت ما خیلی روشن بود و به دورنمای پروسه صلح میتونه که پیامی بسیار مثبت داشته باشه دست کم اجماع سیاسی جهان است اجماع سیاسی پسران جهت در ارتباط با موضوع افغانستان، مسئله آینده افغانستان، مخصوصا خود موفقیت پروسه صلح اگرچه بحث نشد اما چند چیز روشن بود که با توجه به نگرانی هایی که در ارتباط با آینده افغانستان وجود داره این نگرانی ها هم بیشتر از طرف طالبان در اواخر جنگ هایی که بیشتر شده تا حدود زیادی نگرانی ها را افزایش داده و در نوع بی‌اعتمادی نسبت به طالبان خیلی زیاد بیشتر شده از این جهت صحبت‌های آقای بایدن یک موضوع خیلی زیاد روشن بود که
ما نمیخوایم که افغانستان مثل گذشته، مثل دهه 90 تبدیل شوه به یک پایگاهی گروه های تروریستی. خب البته صحبت آقای بایدن در حالی صورت میگیره که قبل از اینکه آقای بایدن در این نشست شرکت بکنه، یک گزارش بسیار مفصلی در مجله فارن افیرس نشر شد که او در او گزارش چند چیز بسیار روشن بود که اگر امریکایی‌ها بدون تدبیر از افغانستان خارج میشن پیامدی چی است؟ خب یک مسئله که نگرانی امریکا را در گزارش منتشر ساخته بود و برجسته ساخته بود این بود که اگر تدبیری گرفته نشود، و این تدبیر هم در چند سطح بحث شده، یکی که باید یک مقدار از افراد تخنیکی در مبارزه با ضد شورش، در مبارزه با ضد تروریسم در افغانستان به خاطر حمایت نیروهای امنیتی در نظر گرفته شود، یک سناریو است. موضوع دوم بحثی که یک پایگاهی مثلا بیرون از افغانستان که صحبتهایی که بین پاکستانی ها و بین امریکا صورت گرفته، پاکستانی ها ظاهرن به ساختن پایگاه نظامی در پاکستان تا حدودی پیامی مثبت داشتن در جلسات محرمانه که با وزیر دفاع و رئیس CIA داشتن، اما یک نکته را اونا گفتن که در صورتی که اگر برنامه طوری باشه که از خاک پاکستان مستقیم به افغانستان پرواز صورت بگیره و طالبات سرکوب شوه، باز موافق نیستن. این مثلا نگرانی ها را بیشتر کرده که چرا مثلا پاکستانی ها هنوز هم او سیاست چندگانه را دنبال میکنن. مسئله سوم که بیشتر هم در بحث های شما اشاره شد، بحث خود ترکیه. ظاهرا تنها مسئله میدان هوایی کابل مطرح نیست، یک فرمت جدیدی از حضور نیروهای خارجی در قالب رهبری ترکیه مطرح میشه. ترکیه تجربه های زیادی را در مبارزه با برخی از گروه های افراطی داشته. مهمترین تجربه ترکیه در سالهای اخیر در لیبیا بود، یعنی با ترکیه موفق شد که دولت لیبیا را تا حدود زیادی حفاظت بکنه در مقابل افرادی مخالف دولت، و در اوج بالاخره طرفین به یک نتیجه سیاسی دست پیدا کردن. با توجه به این تجربه ترکیه، ناتو آماده است که تا حدود زیادی از ترکیه، از امکاناتی که مثلا مخصوصا ترکیه نیاز داره، بیشتر حمایت شود تا اینکه پس از نیروهای خارجی نقش فعالتر از ترکیه بازی بکند. نقش فعالتر ترکیه نه در سطوح مختلف بررسی میشه. من فکر میکنم تمام فاکتورهایی را که بیان کردم نشانگری است که طالبا به این نتیجه برسند که یعنی جامعه جهانی، کشورهای کمک کننده مسئله افغانستان را بسیار جدی دنبال بکنند و به هیچ وجه به این فکر نیستند که پایان خروج نظامی معناشی باشد که دلگرمی جامعه جهانی نسبت به افغانستان کاهش پیدا کرده، بلکه هنوز هم بشدت جریان داره و دلایلش هم است که تهدید وجود داره مستقیم از خاک افغانستان، با توجه به گزارشی که از طرف سازمان ملل متحد نشر شد که کماکان رابطه بسیار نزدیک بین طالبا، القاعده و گروه افراطی در افغانستان وجود داره. درست، تشکر بسیار. آخوی پیجان، اگر توافق شود که حکومت افغانستان هم گفته در حال رایزنی در باره ادامه حضور نیروهای ترک در افغانستان است، اگر در این باره توافق به دست بیاید، فکر میکنین که واکنش چی میتونه باشه به ویژه از طرف طالبان؟ با یک جنگ با فرسایش بیشتر کار ادامه خواهد یافت یا نه بحث صلح هنوز هم موازی با جنگ ادامه داره و خوشبینی وجود داره؟ زما به نظر بندی دقیقت مشکل نی، او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ترکیې ځواکونو هغه بکراوند او هغه کارکردګۍ ته چې د ناټو په چوکاټ کې دی په دغه تیرو شلو کلونو کې دلته و هغه ته وګورو، زه فکر کوم دوی تر ډیره پورې نسبتا په افغانستان کې رغنده رول درلود، د بدسازۍ په پروژو په دغو فعالیتونو کې دی مصروف و، او تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د نورو هیوادونو د ځواکونو په پرتله باندې په افغانستان کې تلفات نه درلوده، په دوی باندې بریدونه نه دي سوي د طالبان د خوا څخه، په دا معنا ده چې دوی
یو شوه زیات کی و او د مقابل لور څخه هم دوی ته ډیر ضرر نه سره رسیدلی. اوس مهمه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او استنبول په دې برخه کې څومره په دغه برخه کې یو هوکړې ته رسیږي. که هغه هوکړه اوسي زما په نظر باندې د افغانستان حکومت به کوم جدي مشکل ورسره ونه لري. خو کېدای سي یو لړ موضوعات چې هغه مخکې د مخکې د قرارداد په شکل ورسره مطرح کړي زما په نظر باندې دا به یو ښه ګام وي او د ترکیې ځواکونه کولی سي چې موږ سره د هغه مشترکاتو په وجه باندې چې موږ یې لرو او هغه ښه اړیکې چې موږ او ترکیه یې لرو د تاریخ په اوږدو کې زموږ هغه ډیپلوماټیک اړیکې تر سلو کلونو پورې تقریبا اوښتې دي او موږ څه موده مخکې د خپلو اړیکو د سل کلنې فیصله سره هغه ورځ ولمنځله. نو زما په نظر باندې دوی کېدای سي دلته رغنده رول ولوبوي او فعال رول ولوبوي او دوی کولی سي چې دغه تشه چې رامنځته شوې ده تر څو پورې چې د افغانستان اړخ چې په دغه برخه کې خپل وسیال وړوي دی کولی سي دغه تشه ده. احتمال تحریک شدن طالبان به ادامه جنگ به ادامه حضور نظامیان ترک در افغانستان وجود نداره؟ طالبان او تاسو ته معلومه دغه خپل دریز په دغه برخه کې واضح دریز تر اوسه نه څرګند کړی دی او تر دې وروسته هم زه فکر کوم دی واضح دریز نه لري. ما گفتم که ادامه حضور به معنای ادامه حضور نیروهای خارجی است و حتی بر گفتگوهای صلح میتونه تاثیر بگذاره. دا که دا دی دی نظر څنګه ده مونږ که دا دریز هغه وخت تغییر وکړي چې واشنگتن و او استانبول په دغه برخه کې یو هوکړې ته ورسېږي. زه په دې باور یم چې طالبان بیا په هغه وخت کې هیڅ ملاحظه ونه لري. بسیار خوب قیومی صاحب، بسیار کوتاه، آنچه تا حال بحث شد احتمالات بود و آنچه که بحث های در حال رایزنی است. عملا ما در میدان های جنگ وضع دگرگون است. 80 ولسوالی در 24 ساعت گذشته گواه درگیری ها بوده. آمارهایی که از طرف دو طرف تایید نمیشن نشان میده که حدود 100 طالب و 90 نیروی دولتی در این نبردها جانهایشان را از دست دادن. حکومت افغانستان در حالتی که قرار گرفته با برنامه عمل میکنه؟ من تصور میکنم به اقدامات اخیر حکومت مخصوصا در ارتباط به اصلاحات امنیتی و روی کار آمدن وزیر جدید داخل یا پیشنهادی که قرار است که آقای محمدی به اسم وزیر داخل کار آغاز بکنه نشان میده که دولت این مقدار جدی است که اصلاحات را روی دست بگیره. روی هم رفته اگر صحبت ها را جمع‌بندی بکنیم آینده را ما میتوانیم در سه سطح پیش بینی بکنیم. یکی ممکن از این جنگ ها همون طوری که اشاره کردین شدت پیدا بکنه. مسئله دوم تدابیر از طرف جامعه جهانی و ناتو قرار است که در نظر گرفته شود که چگونه تدابیر باید عملی شود. مسئله سوم تلاش ها در جهت پیشرفت مذاکره صلح. تشکر و پژان صاحب کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. میتونیم مدیریت بکنیم وضع را و طالبان را در میدان نبرد به یک بنبست برسونیم تا صلح در پیش گرفته شود و تلاش صلح؟ زما به نظر من دا ممکنه ده. در افغانستان ملت نور د جګړې څخه ستړي شوی دی او په هیڅ وجه جګړه نه غواړي او نه د جګړې دوام غواړي. تر ټولو ستر غوښتنه د افغانستان د خلکو دا ده چې په افغانستان کې اور راکم سي او اور بند سي او که دې غوښتنې ته طالبان لبیک ووایي او غاړه کښي دي زما په نظر باندې دا به اسانه کار وي او دا به ډېر ستونزمنه نه وي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسېږو. تشکر بسیار آقای عزت‌الله پیژان، استاد دانشگاه، و آقای محمد داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعه که در برنامه حضور یافتین و همچنان از بیننده های گرامی که تا به حال همراهی ما هستید.